دوستان گرامی، درود بر شما. پوزش میخوام، من نرسیدم به یه جای ثابت که بتونم در خدمتون باشم، جای همیشگی. به همین دلیل گفتم تا دیر نشده در ایران در خدمتون باشم. امروز همچنان که مستحضرید 31 دسامبر آخرین روز سال 2019 هست. تا ساعتی دیگه، البته در ایران زودتر، در امریکا وارد سال جدید میشیم. هدیه جمهوری اسلامی برای دست کم اون دسته از آمریکایی هایی که معتقد بودند رفتار این رژیم تغییر خواهد کرد، حمله به سفارت امریکا در بغداد بود. این حمله به طور کامل تحریزی شده توسط جمهوری اسلامی هست. از 24 ساعت قبل از این حمله سپاه پاسداران وارد آماده باش کامل شده بود. در داخل ایران و چه در برون مرز نیروهای وابسته به سپاه پاسداران. نکته بسیار بسیار جالب که امپراتوری دروغ هرگز به اون اشاره نخواهد کرد، سایبری های میهنی در نظر داشته باشند، محل سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد هست، جایی که همه نهادهای حکومتی عراق اونجاست. 70 روز انقلاب آزادی عراق شروع شده، 70 روز تظاهرات هست و بارها و بارها مردم عراق تلاش کردند که وارد منطقه سبز بشن، ولی هدف قرار گرفتند. صدها کشته و زخمی دادن، نتونستن وارد بشن، از بیم اینکه اگر مردم وارد منطقه سبز می شدند حکومت کارش تموم بود و سقوط می کرد، و البته بالاخره وارد خواهند شد. ولی امروز در نمایشی بسیار ساده، افراد هشت شعبی، در رأس اونها افراد تحت تعقیب، مثلا رایان کلدانی، از رهبران هشت شعبی، از اختلاسگران اصلی عراق که مدت هاست 70 روز مردم عراق انقلابیون دنبالش هستن در بدر که این اختلاسگر بزرگ رو دستگیر بکنن، همه جا میگن فرار کرده، در صف اول در مقابل سفارت آمریکا بود. جدا از اون، هادی آمری، ابو مهدی مهندس، تمامی مهره های هشت شعبی در منطقه سبز دور سفارت آمریکا بودند. این طرح رو به قول خودشون اینطوری برنامه ریزی کردند که دست کم به مردم ایران بگن، چون مردم عراق میدونن که منطقه سبز کجاست، میدونن که به غیر از حکومتی ها هیچ کسی پاشون جا نمیرسه، و اگر مردم پاشون برسه کار حکومت تموم شده است. میخوان این پیام رو بدن که اگر در کربلا، اگر در نجف 3 بار کنسولگری ما رو سوزوندند، اگر رژیم میخواد این رو بگه، اگر در بصره کنسولگری نظام رو آتیش زدن سوزوندند، خب ببینید این مردم هستن دارن به کنسول آمریکا هم حمله میکنن. و جالبه بعد از اون مردم از میدان التحریر بغداد بیانیه صادر کردن. در بیانیه گفتن این اتفاقات در منطقه سبز و حمله به سفارت آمریکا هیچ ارتباطی با انقلابیون نداره، انقلاب آزادی عراق با قدرت ادامه داره و تا پیروزی متوقف نخواهد شد. اما هدف این حمله چی هست؟ این حمله که صورت گرفته، در واقع وارد کردن آمریکا به یک جنگ منطقه‌ایه. برای اینکه آمریکا از مسئله اینکه عامل اصلی حمله چه کسیه، چه گروهیه، حزب الله، کتائب حزب الله عراق، قیس خزعلی و اصحاب اهل حق، یا کل مجموعه هشت شعبی، اینها در واقع هیچ دستوری رو بدون صلاح دید و بدون امر جمهوری اسلامی انجام نمیدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آمریکا نباید تحت هیچ شرایطی وارد برخورد با افرادی بشه که جورشون برای جمهوری اسلامی هیچ ارزشی نداره. هشت شعبی کشته بشه نشه، براشون مهم نیست. کشته سازی ازش میکنن، مظلوم نمایی هم میکنن. زدن اونها هم کاری نداره، کما اینکه چند روز پیش زدن و تعداد زیادی از افراد هشت شعبی کشته شدند. از این بگذریم که امپراتوری دروغ گفت 27 نفر تنها در یکی از تصاویر اجساد 30 تا بود اونجا بود، و از این بگذریم که انکار کردند که تعدادی 41 نفر از افسران سپاه قدس به هلاکت رسیدند در جریان حمله آمریکایی‌ها. حالا میخوان عراق رو نوام بکنن، یک جنگ نیابتی اونجا را بندازن، امریکا مشغول بشه مثل دوره پرزیدنت بوش و غافل بشه از جمهوری اسلامی. تحت هیچ شرایطی آمریکایی‌ها نباید وارد هیچ گونه برخوردی با هشت شعبی بشن. برخورد اصلی باید با جمهوری اسلامی باشه. منشأ اصلی جمهوری اسلامی هست. تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، ترور در منطقه خواهد بود.
تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه حمله به سفارت آمریکا، به سفارت کشورهای آزاد دنیا، به همه کشورها حملات تروریستی خواهد بود، به عربستان سعودی خواهد بود. به همین دلیل آمریکایی‌ها نباید وارد بازی یه جنگ منطقه‌ای و جنگی که مشخص نتیجه چه خواهد شد، کل هشت شعبی نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت، ولی در این بین جون جمهوری اسلامی هست که سالم از معرکه بیرون خواهد اومد. به همین دلیل آمریکایی‌ها نباید وارد این بازی بشن و خوشبختانه آمریکایی‌ها خبر دارن که دقیقاً حملات توسط چه کسانی برنامه ریزی شده، توسط قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی فرمانده قدس دیروز وارد عراق شده، دوباره در عراق بوده، با فرماندهان هشت شعبی دیدار کرده و این برنامه رو پیریزی کردن. احتمال داره که اینها بخوان دست به حملات دیگری هم بزنن، ولی لازم هست که آمریکایی‌ها خیشتنداری بکنن، برای اینکه برخورد اصلی باید با جمهوری اسلامی انجام بشه. یک نمونه خیلی مهم و اساسی این هست که دهن دموکرات‌هایی که تحت تأثیر لابی جمهوری اسلامی در آمریکا علیه ترامپ، علیه گروه ترامپ صحبت می‌کردن و می‌گفتن جنگ طلب است و متهم می‌کردن که قصد جنگ علیه جمهوری اسلامی رو داره، بسته شده. دیگه حالا همه دارن می‌بینن، با سند دارن می‌بینن حمله در منطقه انجام شده که به غیر از دولتی‌ها هیچ کسی اونجا نیست. به غیر از جمهوری اسلامی هیچ کسی نمیتونه وارد بشه. مسئول اول جمهوری اسلامی، مسئول دوم دولت فاسد عراق هست. دولت فاسدی که هم رئیس جمهورش هم نخست وزیرش استعفا دادن، در واقع برکنار شده هستند. دولت فاسدی که هیچ برشی نداره، مردم در خیابانها خواهان سقوطش هستند و در همین لحظه که صحبت میکنیم نجف، کربلا، در بغداد، در بصره، در زیغار، در اماره، در ناصریه، در تمامی مناطق عراق یه قیام بزرگ در جریان هست که هدف اصلیش سقوط جمهوری اسلامی، سرنگونی آخوندهای جمهوری اسلامی هست که عامل اصلی فساد در عراق و فساد دولت عراق هستند. به همین دلیل این خیلی مهم هست که امریکایی ها وارد هیچ گونه برخورد منطقه‌ای نشند، مسئله که جمهوری اسلامی میخواد. و بدون دلیل نبود که روحانی گفت ما در شرایط جنگی هستیم. اینها میخوان وارد یک جنگ بشن و خیلی واضح میخوان با این جنگ، جنگ افروزی، خودشون رو خلاص کنن از انقلاب آزادی ایران. خامنه‌ای جنایت علیه بشریت رو مرتکب شده، به همین دلیل دارن دست به هر آتش بازی، به هر جنایتی، به هر خطری حتی برای خودشون، برای کل نظام، مجموعه نظام میزنن تا از مهلکه نجات پیدا بکنن. آخوندها نجات پیدا نخواهند کرد. مردم ما همه مواظب باشند، افکار عمومی به هوش باشه که تمرکز اصلی از خامنه ای و رفتارش نباید منحرف بشه. ما هم لابی خواهیم کرد برای اینکه آمریکایی ها متوجه بشن که سر اصلی مار تروریسم در جهان در تهرانه، نه در بغداد، نه در دمشق، نه در لبنان، نه در هیچ جای دیگه. به همین دلیل تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، ترور، فساد و خرابکاری در کل منطقه و جهان هم از بین نخواهد رفت. همین رو هم بگم برای سایبری هایی که خیلی تلاش میکنند، حتی در این پیج تلاش میکنند که حرفهای بدون ربط بزنن. سایبری های میهنی، همیشه از سایبری های دشمن بخواید که با عکس و اسم خودشون صحبت کنن. اگر سایبری های میهنی عکس و اسم خودشون رو نمیذارن، از به خاطر تعقیب هست، به خاطر شناسایی هست. اونها از چی میترسند؟ اگر از مردم نمیترسند، اگر از مردم بیم ندارند، اگر دفاع از جمهوری اسلامی کسر شأن نیست، اگر دفاع از جمهوری اسلامی یک عمل زشت نیست، از چی میترسند؟ بیان با عکس و تصویر و اسم خودشون پیغام بذارن، نظر بدن، نه اینکه بیان اینجوری در این صحبت هایی که میشه مزاحم بشن و سعی بکنن اخلالگری بکنن. سایبری های میهنی، ما بسیار قوی هستیم. جمهوری اسلامی خوشبختانه هر روز داره وضعیتش بدتر میشه. امروز همتون دیدید در بورس اینها، بورس داره ورشکسته میشه، از کنترل خارج میشه. میخوان تحت هر شرایطی هست فرافکنی بکنن، مردم رو منحرف بکنن. وضعیت پولی و مالیشون داره بدتر میشه و خوشبختانه تحریم‌های بسیار هوشمند دیگری در راهه که هر چی پول دارن و هر درآمدی دارن به طور کامل قطع بشه. به همین دلیل نیازی به جنگ نیست،
و تشویق نمی‌کنیم به جنگ، ولی تشویق می‌کنیم به راه‌های اساسی برای براندازی جمهوری اسلامی در سطح آمریکا و کشورهای حتی اروپایی هم که البته بسیاریشون به خاطر منافعشون همراه نیستند. ولی در مجموع مردم ایران در شرایط بسیار خوبی هستند، گرچه التهاب زیاده، تعداد زیادی جان باخته و شهید داریم، ولی همین که ما سعی بکنیم جمهوری اسلامی نیروهاش رو در کف خیابون نگه داره و همین که سعی بکنیم اینها باقی بمونن در خیابونها، این بزرگترین شانس و بزرگترین فرصت رو برای پیروزی ایجاد خواهد کرد. اینها خسته میشن، فرسوده میشن و میفهمن که دیگه در یک نقطه نمیتونن ادامه بدن علیه مردمشون. به همین دلیل همزمان با خطراتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره ایجاد میکنه، در داخل ایران وضعیتش روز به روز تضعیف میشه و در خارج هم هیچ شانسی برای پیروزی نداره. نه روسیه نه چین نتونستن صدام حسین رو نجات بدن که طرف اصلی معامله با صدام بودن. به هیچ تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی هم نمیتونه از جنگ افروزی که ایجاد بکنه خارج بشه. ممکنه بتونن وارد جنگ با آمریکا بشن، ولی نمیتونن ازش خارج بشن. پاینده باشید.